اروپایی از همین حالا از چشمانداز یک بحران تمام عیار انرژی در زمستان آینده به خود می‌لرزند این مشکل تا حدی ناشی از پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین و اختلالی است که در عرصه نفت و گاز پیش آمده اما یک دورنمای بزرگتر و جهانی هم هست و اون اینه که با وجود اینکه تغییرات اقلیمی نیاز به کربن زدایی را از همیشه بیشتر کرده دنیا همچنان به شکل ترسناکی به سوختهای فسیلی متکی است آیا بی محراس کوتاه مدت فعلی گذار به انرژی پاک رو که سخت مورد نیازه از مسیر خودش منحرف خواهد کرد؟ در این برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی استیون ساکر موجی برنامه این سوال و سوالات بیشتر را از فاتح بیرول رئیس آژانس برمرلی انرژی کرده است. آقای فاتح بیرول در پاریس به هارتاک خوش آمدید very much. خیلی ممنونم اگه اجازه بدید گفتگو رو با نقل قولی از شما شروع کنیم که در گذشته ای نچندان دور گفتید. آنچه امروز دنیا تجربه میکنه شاید اولین بحران انرژی جهانی از نظر عمق و پیچیدگی است. با بیان چنین نظری آیا این خطر وجود نداره که یه مشکل انرژی رو به هراسفکنی از انرژی تبدیل کنید؟ فکر نمی کنم اینطور باشه اون چه من میکوشم انجام بدم اینه که کاری کنم که مردم ابعاد بحرانی رو که در اون قرار داریم درک کنند و اقدامات مقتضی رو در پیش بگیرند اگه نتونیم وضعیت رو درست بسنجیم و اینو درک نکنیم که بحران جهانی انرژی چقدر عمیق و پیچیده است شاید نتونیم راه حلهای درست رو پیدا کنیم و پاسخهای مناسب ارائه بدیم برای مثال اگه اروپا رو در نظر بگیریم در 24 فوریه که شاهد تهاجم روسیه به اوکراین بودیم ما در آژانس بین درست یک هفته بعد یعنی در اول ماه مارس یک طرح ده ماده ای تدوین کردیم که نشون میداد چطور اتکای اروپا به روسیه رو کاهش بدیم و بعد من دیدم که در چهار ماه اخیر کار چندانی صورت نگرفت ما در اروپا اگرچه به آهستگی ولی قاطعانه نشون میدیم که چه اقداماتی رو در پیش بگیریم که بتونیم این زمستان سخت پیش رو رو سپری کنیم. بنابراین اون زنگ هشداری ضروری بود که ما در آژانس انرژی به صدا درآوردیم تا بگیم که در کوران اولین بحران جهانی انرژی قرار داریم. بله و در تا این بحران که شما تشخیص دادید سهم جنگ روسیه و اوکراین چقدره؟ چون میدونیم که قیمتها سهر سعودی داشتند قیمت گاز و نفت حتی پیش از تهاجم روسیه روبه بود رو به افزایش بود بله همه ما شاهد افزایش قیمت گاز بودیم و این هم عمدتا ناشی از رفتار استراتژیک روسیه بوده روسیه حتی پیش از تهاجم صادرات گازش به اروپا را به حد قابل توجهی کاهش داد و همون چند ماه پیش از تهاجم من به روشنی گفتم که کاهش صدور گاز روسیه به اروپا چه بسا نشانه زود هنگام از بروز بحران میان روسیه و اوکراین باشه اما الان افزایش قیمت گاز و نفت عمدتا پیامد تهاجم روسیه به اوکراینه باید واقع بیم بود بنابراین وقتی که رئیس کمیسیون اروپا خانم فوندرلاین و بسیاری از دیگر سیاستمداران اروپایی به سراحت مسکو رو متهم میکنند که از انرژی به عنوان اسلحه استفاده میکنه آیا به نظر شما درست میگن؟ به نظرم حرف خیلی خوبی میزنن چون اگه یادمون باشه در روز 24 فوریه روسیه صادر کننده شماره یک نفت در جهان بود ساده کننده شماره یک گاز طبیعی دنیا بود. در بازار زغال سنگ یک بازیگر اصلی بود. و الان هم برای من کاملا روشنه که روسیه داره از امکاناتی که در اختیارشه برای رسیدن به اهداف سیاسیش استفاده میکنه. اروپایی ها میگن که برای مقابله با استفاده از انرژی به عنوان سلاح باید از همین حالا برای زمستان آینده آماده بشن کمیسیون اروپا و دولت های عضو اتحادیه اروپا متحد شدند که تلاش کنند ذخایر گازشون رو تا پیش از شروع زمستان به 80 درصد برسونند. شما رخدادهای اروپا رو خیلی به دقت تجزیه و تحلیل میکنید. آیا به نظرتون میتونن به این هدف برسن؟ آره یا نه؟ might be able to do so اگه همین حالا اقدام کنن ممکنه بتونن شما میگید که اونا الان شروع کردن به نظر من کشورهای اروپایی میبایست چهار ماه پیش شروع میکردن اما دیر اقدام کردن بهتر از هرگز اقدام نکردنه اگه اونا اقدامات بسیار قاطعی رو در پیش بگیرن اقداماتی که ممکنه به مصرف کننده ها آسیب برسونه به این معنا که ناگذیر بشیم در زندگی روزمره از بعضی از امتیازات چشم بپوشیم اون وقت ممکنه برای زمستان آماده و مجهز باشد باید به این نکته توجه کنیم که گاز طبیعی اضافی وجود نداره که به اروپا برسه یعنی گازی مازاد بر اون چیزی که قراره طبق قرار طبق قرارداد از آمریکا که بالاترین ظرفیت صادراتش به کار گرفته و از نروژ که اون هم بالاترین ظرفیت صادراتش رو گرفته و آذربایجان و الجزایر بیاد ما که نمیتونیم در کره ماه گاز کش کنیم اون چه باید اتفاق بیفته یعنی که ببینیم چطور میشه برای بقیه گاز روسیه که در بازار در حال ناپدید شدن جایگزین پیدا کنیم بدون اون که ناگزیر بشیم در زندگی روزمره و در اقتصاد هامون تغییرات اساسی ایجاد کنیم این موضوعی که پیش روی ماست <applause> ما به تفصیل به این موضوع می پردازیم اما پیش از اون باید بگم که شما از با نفوذترین تحلیلگران انرژی در دنیا هستید و همونطور که گفتید نمیشه انتظار معجزه داشت که مثلا در کره ما منابع جدید گاز کشف بشه اما چیزی که نمیدونیم بلا تکلیفی های اساسی است که الان وجود داره اینکه آیا روس در ماه آینده اساساً هیچ میزان گازی رو تأمین خواهند کرد یا نه؟ و یا عملاً راه صدور گاز به اروپا رو خواهند بست؟ ما دیدیم که نورد استریم یک که خط لوله اصلی است که اونا استفاده می عملا عملاً مدتی کوتاه بسته شد و حالا با چیزی حدود 40 درصد ظرفیتش فعالیت میکنه به نظر شما پوتین قصد داره در ماهای آینده با صادرات گاز چه کنه؟ به نظرم این جدید نیست و فقط محدود به چند ماه ها. اخیر نمیشه دست کم شاید حدود ده ماهی که روسیه این خط استراتژیک رو دنبال کرده <مید> که کمی گاز صادر کنه بعد مقدارش رو کم کنه محدودش کنه و باعث بروز بیثباتی و بلا تکلیفی های بسیار بشه بزرگترین نگرانی من اینه که در زمستان گاز کافی برای اروپایی ها وجود نداشته باشه و همبستگی کشورهای اروپایی در معرض آزمونی تاریخی قرار بگیره آیا اروپایی ها دست به دست هم خواهند داد و به این سیاست های روسیه پاسخ جمعی خواهند داد یا در اروپا و در به اصطلاح غرب شاهد رقابت خواهیم بود که اگر اینطور بشه بسیار با سیاست های روسیه همخوانی خواهد داشت با توجه موازه فعلی اونا وجود یک اروپای نامتحد برای روسیه با موازه فعلیش خبر خیلی خوبی خواهد بود بله بذارید برگردیم به یکی از نکات اصلی که مطرح کردید و اون اینه که اروپا از نظر تعدیل مصرف چه باید بکنه همین حالا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال گفتگو برای کاهش 50 درصدی مصرف گاز هستند. تا بتونن بدون فروپاشی اقتصادی زمستون رو به سر بیارن آیا به عقید شما این مقدار کاهش کافی خواهد بود؟ 10 is به نظر من این گام بسیار خوبی در مسیر درست خواهد بود. ما باید دو کار انجام بدیم. یک اینکه ناگزیر این مصرف رو کم کنیم. برای مثال ممکنه در اروپا ناچار بشیم درجه حرارت دستگاه‌های گرمایشی ها رو یکی دو درجه سانتیگراد کم کنیم. یا شاید دسترسی به آب گرم در این ساختمون ها به ناچار کمتر از پیش باشه ما باید این سیاست ها رو تشویق کنیم یا داوطلبانه اونا رو در پیش بگیریم تا به 15 درصد کاهش لازم در مصرف برسیم اگه این کار را نکنیم مجبور میشیم دست به اقداماتی ثابت بزنیم فراموش نکنیم که ما در دوران جنگ هستیم و نمیتونیم مشکلات را با اقدامات معمول و مرسوم حل کنیم کار دوم اینه که به جای گاز از گزینه های دیگه که در دسترس استفاده کنیم که این از اقدامات کوتاه مدته حالا چه گزینه هایی داریم باید از زغال سنگ استفاده کنیم مطمئنا بهترین گزینه نیست ولی اقتصاد و فلج نخواهد کرد دوم کشورهایی که تصمیم به تعطیلی نیروگاه های هسته گرفتن شاید لازم باشد که در تصمیم خودشون تجدید نظر کنند و این کار را به تعویق بیندازند البته باید تشریفات اداری رو برای پروژه های انرژی تجدید پذیر خورشیدی و بادی هم برداریم تا اینا جایگزین گاز بشن در این پاسخ شما نکات زیادی مطرحه و من به موضوع زغال سنگ و هسته‌ای و تجدید پذیرها برخواهم گشت. اما پیش از اون باید بگم که آقای بیرول به نظرم شما موضوع رو ساده اندیشانه می‌بینید وقتی که میگید ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم و یا دست کم اگه فقط بعضی کارها رو انجام بدیم از عهدش برمیان شما یه طرح ده دارید که شامل سرعت بخشیدن به فرایند تعویض آبگرمکن‌های گازی تشویق مصرف کننده ها به بازنگری در دستگاه های حرارتی منازل و تشویق به کاربرد ترمستات های موقتی، کاهش سرعت در راه ها، افزایش دورکاری، یک شنبه های بدون خودرو و موارد از این دست هست. اینا همه خیلی خوبه ولی باید واقع بین بود. مردم اروپا که در عمل نمیرن دستگاه حرارتی خونه هاشون رو خاموش کنند چون شما ازشون خواسته اید. درسته؟ همه این تغییرات رفتاری داوطلبانه که در موردشون حرف میزنید به احتمال زیاد صورت نمیگیره. اول از همه باید بگم تعجب خواهید کرد اگه بدونید چندین کشور و سازمان مردم نهاد ما گفتن که مایلن بخشی از راه حل باشن بدون اینکه لازم باشه پویشی اصلی از جانب سازمان انرژی اتمی یا ما یا اتحادیه اروپا به راه بیفته چون میبینید که چه جنگ ظالمانه بزرگی در اوکراین در گرفته ما الان درباره بحران انرژی حرف میزنیم در حالی که بحران های دیگه ای هم هست از جمله بحران بشر دوستانه که در اوکراین در شرف وقوع و بسیاری از مردم هستند که مایلند در حل این بحران مشارکت کنند و برای این منظور از ما حمایت میکنند و چنین اقدامات داوطلبانه ای رو در پیش گرفتن من با شما موافقم که نمیشه انتظار داشت تک تک افراد در اروپا مایل باشن به حل بحران کمک کنند در نتیجه باید شماری اقدامات داوطلبانه صورت بگیره و در این حال از جانب دولت ها هم تمهیداتی در نظر گرفته بشه و به نظر من ساختمان های اداره دولتی باید در این راه پیشگام باشن که برای دیگران سرمشق بشن برای این منظور اونا باید درجه حرارت در چین ساختمان پایین بیارن همینطور خودروها میتونن 10 کیلومتر در ساعت آهسته تر حرکت کنن این کارها نباید چندان مشکل باشه وقتی میبینیم که میلیون ها نفر در اوکراین با چنون فاجعه روبرو هستند. من مثال میزنم بسیار پس شما میگید که ترکیبی از اقدامات داوطلبانه و نظارتیه آیا در زمستان آینده انرژی در اروپا سهمیه بندی میشه؟ بله یا خیر؟ فکر میکنم اگه نتونیم مصرف رو به حد قابل توجهی کاهش بدیم احتمال سهمیه بندی جدی در اقتصادهای اروپا در زمستان آینده رو منتفی نمیدونم و آیا فکر میکنید ممکنه حتی به مرحله برسیم که بعضی کارخونه ها ناگزیر تعطیل بشن و عده از کار بر کنار بشن صرفا به این دلیل که انرژی لازم برای توانمند کردن اقتصاد وجود نداره این چیزی است که زمزمش همین حالا در آلمان شنیده میشه we have to in Europe and countries فکر می کنم که ما باید در اروپا و در کشور همون یه ترحه اقدام اضطراری و احتیاطی داشته باشیم تا تأثیرات منفی کمبود انرژی در اروپا رو به حد درقل برسونیم چنین ترهی بدون به گذاشتن هیچ آسیبی بر اقتصاد اروپا و نیروی کار قابل اجرا نیست اما وظیفه دولت ها به حد درقل رسوندن در تأثیرات منفی. ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که تاثیر این طرح بر بخش صنعت به حداقل برسه اما تصور اینکه هیچ تأثیری بر بخش صنعت نداشته باشه به نظر من ساده لوحان است. <applause> <applause> میخوام به موضوع بپردازم که پیشتر مطرح کردید وقتی گفتید که ممکنه ناگزیر به استفاده از مثلا زغال سنگ بشیم تا این بحران انرژی رو پشت سر بذاریم آیا شما همون فات بیرولی هستید که زمانی در همین برنامه هارتاک اعلام کرد که به کربن زدایی از اقتصاد قاطعانه متعهده و به من گفت که چنین هدفی قابل دستیابی است فقط به این شرط که دولت در زمینه حذف تدریجی سوختهای فسیلی جدی باشه حالا چطور میتونید امروز در این برنامه ظاهر بشید و بگید که اروپاییها باید بپذیرند که از زغال سنگ استفاده البته من همون فاتح بیرون نیستم از اون زمان دو سال پیرتر شدم اما هنوز هم به نبرد علیه بحران اقلیمی باور دارم و این موضوع برای من و برای آژانس ما یکی از اولویت های اصلیه. اما ما حالا داریم وارد دوران جنگ میشیم. باید یک رشته تمهیدات موقت در کار باشه که بتونیم از این مرحله دشوار و خطرناک عبور کنیم و اگر با آینده نگاه کنیم، من آینده رو اینطور میبینم که زیر سلطه فناوری های انرژی های پاک خواهد بود. من به همه دولت ها و کسب و کارها در سراسر دنیا هشدار میدم که نباید از تهاجم پوتین به اوکراین برای توجیه سرمایه گذاری های کلان در سوخت های فسیلی استفاده کنند. این کار واقعا اشتباه و اخلاقی ظالمان است. چون اگر شما امروز یک سرمایه گذاری کلان در سوخت های فسیلی داشته باشید مثلا در یه معدن زغال سنگ سرمایه گذاری کنید 5 تا 6 سال طول میکشه تا اولین زغال سنگ اون معدن به بازار بیاد و در اون زمان دیگه نمیشه مطمئن بود که دنیا به زغال سنگ بیشتر نیاز داشته باشه بنابراین هم خطر شکست تجاری وجود داره و هم همونطور که همیشه گفتم خطر بزرگ اقلیمی و آب و هوایی. خب شما حالا هر طور که بخواید میتونید حرفتون رو خوب جلوه بدید اما در نهایت پیامتون اینه که از بعضی مواضع قبلی خودتون در مورد کنار گذاشتن زغال سنگ عقب نشینی کرده اید جمله ای رو به نقل از نیل مکروف از شبکه اقدام اقلیمی براتون میخونم که گفته در حال حاضر کشورها به جای سرمایه گذاری کافی در تجدید پذیرها به پشتیبانی از انرژی سوخت فسیلی ادامه میدهند و به گفته او در بهترین حالت یگان کاری که ما در رویارویی با این بحران انجام می دهیم این است که وابستگی به یک سوخت کربنی را جایگزین وابستگی به سوخت کربنی دیگر می کنیم. این موضوع برای کره زمین یک فاجعه دراز کاملا موافقم حرف من اینه که از نیروگاه های زغال سنگی موجود که ساخته شده و آماده و در دسترس ما هستند یعنی نیروگاه هایی که قرار بود تعطیل بشن برای این زمستون استفاده کنیم این یه اقدام استراری و موقتیه اما برای آینده نباید هیچ نیروگاه زغال سنگ جدیدی احداث و افتتاح بشه هیچ سرمایه گذاری در این زمینه نباید صورت بگیره بسیار خوب شما اول شروع کردید به آب و رنگ دادن به موضوع و گفتید که ما زغال سنگ بیشتری تولید می کنیم و می‌سوزونیم. اما هیچ نیروگاه جدیدی تأسیس نخواهیم کرد من به شما یادآور شدم که این تفاوت اندک و ظریفی است که خیلی یا در دنیا بهش توجه نخواهند کرد در دنیای در حال توسعه خیلی ها در این موضوع میزان زیادی فریبکاری می‌بینند، به این معنا که حالا غرب با بحران انرژی روبروست و به محض مواجه با بحران درها را به روی انتشار کربن باز کردند و پیامی که در دراز مدت به طور حد در جهان در حال توسعه دریافت میشه اینه که خب اگه از نظر غرب وقتی دچار مشکله و سوزاندن زغال سنگ مانعی نداره ما هم به سوزاندن زغال سنگ ادامه میدیم و دیدیم که در هند، چین و شمار دیگری از کشور هنوز که هنوز نیروگاه های زغال سنگ ساخته میشه و از نظر راهبردی هنوز هم به مصرف زغال سنگ متعهدند بله در کشورهای غربی البته مطمئنم که فقط در اروپا تیه زمستان پیش رو از نیروگاه های زغال سنگ موجود استفاده خواهد شد اون فقط برای چند ماه اما پیام من روشنه دنیا به هیچ سرمایه گذاری جدیدی در زغال سنگ نیاز نداره نه برای احداث معدن و نه برای احداث نیروگاه براش شبه بخواید وقتی شما به دنیا نگاه میکنید و میبینید که بسیاری از کشورها این نکته رو دریافتن برای مثال اگه پارسال رو در نظر بگیریم بیش از 90 درصد نیروگاه ساخته شده در دنیا متعلق به تجدیدپذیرها هستند چرا چون انرژی خورشید بسیار ارزونه و مردم نیروگاه های خورشیدی میسازن نه فقط به این دلیل که میخوان کره زمین رو نجات بدن بلکه به این دلیل که بسیار ارزونه یه گزینه مطلوب محسوب میشه و من میتونم به شما بگم که انرژی خورشیدی سلطان جدید بازارهای برق شده و به شدت رونق داره حالا یه وقفه کوتاه و گذرا خواهد بود اما در سالهای آینده و برای نسل آینده این انرژی های تجدید پذیر هستند که عرصه را در دست خواهند داشت و البته همراه با نیروی هسته‌ای که در کشورهای مختلف جهان داره جون میگیره Renewables will the game for generation, آقای بیرول به نظرم شما فردی بسیار خوشبین هستید چون سال‌هاست که دارید میگید این کاری دشوار اما شدنی است که ما تا سال 2050 به انتشار سفر خالص کربن برسیم اما به دلیل بحرانی که شاهدش هستیم و افزایش بهای سوخت فسیلی که با این بحران همراهه میبینیم که در سراسر دنیا از کشوری چون نروژ گرفته که یه بار دیگه داره اکتشافات نفتی فراساحلیش رو گسترش میده تا کشورهای در حال توسعه چون جمهوری دموکراتیک کنگو که میگه میخواد در بخش عمده ای از جنگل بکر استوایی و در مردابها به اکتشاف نفت پردازه چون با افزایش قیمت نفت میتونن از این طریق پول به دست بیارن آنچه میبینیم بره تازه ای از تعهد راهبردی به سوخت فسیلی است که خوشبینی شما رو تضعیف خواهد کرد. حق با شماست من خوشبین هستم اما خوشبینی من مبتنی بر واقعیات واقعیت هایی که شما مطرح می کنید در مورد نروژ کنگو و دیگران درسته چند نمونه دیگه هم وجود داره اما اگر شما تصویر کلی تر رو نگاه کنید می‌بینید که یه اقتصاد انرژی جهانی تازه در حال ظهوره. اقتصادی که مبتنی بر تجدید که همونطور که گفتم با قدرت بسیار در حال رشد هستند. اقتصادی مبتنی بر بهرهوری، هیدروژن و خودروهای برقی. <سنطور> مثالی میزنم. در سال 2019 که من برای اولین بار در برنامه شما شرکت کردم فقط دو درصد از کل خودروهایی که در جهان به فروش می رسید خودرو برقی بود فقط دو درصد در 2019 امروز در سال 2022 یعنی سه سال بعد نزدیک به 15 درصد کل خودروهایی که فروخته میشه برقی هستند به این روند رو به افزایشه نیمی از این اتومبیل های برقی در چین به فروش می رسند بنابراین کشورها میخوان که بخشی از نظام انرژی پاک باشند نه فقط برای حل مشکلات اقلیمی بلکه برای اینکه در فصل آینده صنعت انرژی و اقتصاد آینده سهیم باشن تا در نظام پیشین انرژی باقی نمونن و در جا نزنند بنابراین من میگم چنین چیزی داره فرا میرسه. فکرشو بکنید هند از پیشگامان به انرژی خورشیدیه. هند و چین و کشورهای دیگه. چین در استفاده از خودروهای برقی رتبه اول رو داره. در استفاده از انرژی بادی اوله. این اتفاق میافته. انرژی های سبز میداندار خواهند شد. آه. روشنه که شما در سه سال اخیر از خوشبینی دست نکشیده ای. پرسش آخر من راجب به رهبری است. رهبری برای این منظور که اطمینان به دست بیاد که بحران فعلی انرژی انحرافی در مسیر گذار دراز مدت و راهبردی از انرژی فسیلی به انرژی های پاک ایجاد نخواهد کرد. جمله وزیر محیط زیست آفریقای جنوبی رو براتون میخونم که گفته مقیاس نهایی سنجش رهبری اقلیمی این نیست که ببینیم کشورها در دوران رفاه و آسودگی چه میکن. بلکه باید ببینیم در رویارویی با چالش و مناقشه چگونه عمل میکنند به عبارت دیگه در دورانی مثل امروز برای نمونه چقدر اهمیت داره که آمریکا به برنامه انرژی سبز خودش پایبند باشه چون الان این تر در کنگره گیر کرده چقدر مهمه که آمریکا به وعدش عمل کنه

بسیار مهمه و امیدوارم این پایبندی ادامه پیدا کنه اما آمریکا به تنهایی کافی نیست ما به اروپا چین و هند هم نیاز داریم این یه مشکل جهانیه در سالهای آینده بیش از 90 درصد رشد و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از اقتصادهای نوظهور خواهد بود پس باید مطمئن بشیم که دست جمعی به این مشکل بپردازیم میان کشورها های ژئوپلیتیکی وجود داره اما وقتی پای تغییرات اقلیمی در میونه باید اطمینان حاصل کنیم که همه با هم هستیم به همین دلیل که من نبرد علیه تغییرات اقلیمی رو در سرلوحه کار آژانس بین‌المللی انرژی قرار دادم چون انرژی‌ها در این چالش اقلیمی نقش ای دارن و من با همون خوشبینی و اراده سرسختانه کار رو ادامه خواهم داد <سؤال> <سؤال> آقای فاتح بیرول بسیار سپاسگزارم که در هارت تاک مهمان ما بودید.